سلام، اسم من نازنینه. امروز یه قصه براتون میگم به اسم سونات مهتاب. مانلی دختر کوچولوی غمگینی بود. غمگین مثل یه قوطی خالی آب نبود. بیشتر وقتا این یه جعبه موسیقی خراب ساکت بود. مامانش وکیل بود و مجبور بود سخت کار کنه. صبح تا شب یا نبود یا که داشت با موبایلش حرف میزد. اینجوری بود که مانلی بیشتر وقتا تنها توی اتاقش یا درس میخوند یا موزیک گوش میکرد یا که توی اینستاگرام و پینترست میچرخید یا اینکه پیانو میزد. پیانو براش بهترین کار دنیا بود. حالش رو خوب میکرد و از دنیا میکندش میبرد یه جای دور. اگه میخواست اونجا رو با کلمه بگه میگفت کنار شومینه روی یه صندلی گهواره‌ای، کیک شکلاتی تو بشقاب بلور، یه لیوان شکلات داغ، یه دسته گنده و چاق گل نرگس توی یه گلدون شیشه. اون شب مانلی عجیب غمگین بود. نشسته بود پشت پیانوش رو زل زده بود به صفحه نوت سونات مهتاب از آقای بتوون. همون وقتا یکی تق تق به شیشه پنجرش کلید. مانلی پرده ی اتاقش رو کنار زد. جغد شاخداری پشت پنجره بود. پنجره رو که باز کرد جغد پراش رو پف داد و گفت با من کار داشتی؟ مانلی اخ می کرد و گفت وا، مثل که شما نک کوبیدی به پنجره ها؟ جغد گفت مثل اینکه تو نامه نوشتی انداختی تو صندوق خونه ای من. مانلی رفت تو فکر. راست می گفت جغد. مانلی هیچ دوستی نداشت. نامه می نوشت و یواشکی می انداخت تو صندوق پستی جلوی خونه ها. در به در به دنبال دوست می گشت. ولی هیچ وقت کسی به نامه ها جواب نداده بود. خب حقم داشتن. چرا باید به نامه کسی که نمی شناختن جواب بدن؟ مانلی گفت پس نامه من به شما رسیده آقای جغد شاخدار؟ به من که نه. خانم دال صاحب من نامه رو گرفت و خوند و انداخت روی میز آشپزخونه. بعدش هم خوابید. ما جغدا شب و خوابمون نمی بره. این شد که از بیکاری نامت رو خوندم و دیدم که دنبال دوست می گردی. خب، هیچی دیگه، منم پکر بودم. خانم دال سنش بالاست. تازه خیلی هم قرقروه. دوست موس از توش در نمیاد. گفتم بیام اینجا بلکه تو آدمی باحالی باشی. مانلی گفت فکر نمی کنم آدم باحالی باشم. جغد گفت راستش منم فکر می کنم آدم های باحال منقرض شدن. آدم ها اونقدر سرشون شلوغه که دیگه نه حرف می زنن نه دوستی دارن. حالا چرا تو تولبی؟ تولب؟ بله تولب. یعنی چی؟ یعنی که تو خودتی پکری، چشمات غمگینه، خیلی تنها. دلم برای بابام تنگ شده. مگه پیشت نیست؟ نه جغدی، بابام با ما زندگی نمی کنه. طلاق گرفتن مامان بابام. جغد بالی زد و نشست روی پیانوی سیاه مانلی. فکر کنم منو دوست ندارن خیلی. مامانم که صبح تا شب وکالت میکنه. بابام که بی‌حوصله است. همش تو دنیای خودشه. جغد گفت بزرگا بچه ها رو یادشون رفته. ولی بی خیال. خودتو عشقه. خودمو چی چیه؟ عشقه. یعنی آدم باحالی هستی. خوشم اومد ازت. مانلی از این مدل حرف زدن جغد خندش گرفت. جغد گفت حالا که دلت برای بابا تنگ شده چرا نمیری بهش سر بزنی؟ آدرسشو داری؟ آره دارم. پس بزن بریم دختر. شب تو خیابون جوب میده برای قدم زدن. خیلی دله. خیلی چیه؟ دل. یعنی خیلی کیف میده. این شد که مانلی و جغد تو دل شب رفتن تو خیابون. چند تا کوچه و خیابون تاریک رد کردن و رسیدن به یه خونه ویلایی قرازه که در و پیکر درست حسابی نداشت. علفهای هرز بلندی حیات خونه رو پوشونده بود. مانلی عین گربه از پرچین پرید و رفت پشت پنجره باباش. چیزی رو که دید باور نمی کرد. باباش عکس مانلی رو بزرگ چاپ کرده بود و زده بود به دیوار پذیرایش. توی خونهش چیز زیادی نبود. یه چند تا مبل و یه پیانوی برقی کوچولو. جغد گفت چه عکس خوشگلی. بابای مانلی یه لیوان دستش بود و داشت عکس مانلی رو تماشا می کرد. جغد گفت
بابا دوستت داره. مانلی ساکت بود. چشاش خیس اشک. جغد گفت ببین دختر، بعضی وقتا آدم بزرگا با هم نمیسازن. آبشون توی جوب نمیره. نمیتونن با هم باشن. ولی معنیش این نیست که بچه‌شون رو دوست ندارن. تو نباید غمگین باشی. همون وقت بابای مانلی رفت و نشست پشت پیانو و شروع کرد زدن. مانلی آهنگو میشناخت. سونات مهتاب بود. جغد گفت بابات خیلی قشنگ پیانو میزنه. معلومه خودش به این پیانو یاد داده. آهنگ که تموم شد جغد پرسید دلتنگید رفت؟ مانلی گفت عکسم رو که دیدم رو دیوار دلتنگیم رفت. بعد جغد شاخدار مانلی برگشتن خونه. جغد گفت من دیگه برم. فردا شب میام دیدنت. و پرید و رفت. مانلی دوست شاخدارش رو تماشا کرد که توی تاریکی شب دور می شد. خب امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه. تا داستان بعدی شب و روزتون خوش.